به نام خدا. سلام. خب این اولین در واقع میشه گفت ویدیوی جدی راجع به ساختمان داده هستش که میخواییم با هم حالا شروع کنیم. من یه چک کنم ببینم دارم ریکورد درست میکنم یا نه، که فکر میکنم باید بله فکر کنم آره داریم ریکورد میکنیم، مشکل نیست. خب ببینید، اولین بحثی که شاید پیش بیاد اینه که خب ما یه تعریف یک خطی از ساختمان داده با هم داشتیم که یک آرایشی از داده در واقع توی حافظه هست، حالا حافظه اصلی یا حتی حافظه ثانویه. حالا اصلا این بیمیزر فاندمنتال تر با هم در واقع چک کنیم ببینیم چه جوریه. خب من بیام سراغ این وایت بورد خودم و یه سری چیزا رو بنویسم. خب ببینید، وقتی دیتا استراکچر که شما میگی دیتا استراکچر، دو تا بحث داریم دیگه، یکی دیتا است و یکی هم استراکچر. خب این پارت استراکچر رو که فهمیدیم آرایش، حالا اصلا داده چیه؟ خب طبق عرف هممون تقریبا یه جورایی میدونیم داده چیه. داده یک اطلاعه، یک اطلاع یا ویژگی، یک چیزی که ما جمع‌آوری کردیم. این تعریف حالا یه تعریف مثلا ویکی‌پدیاییه از داده، ولی تقریبا ما هممون حس نسبت به داده داریم. اما کامپیوترها با در واقع حسشون نسبت به دیتا چیه، حالا اینو احتمالا همگی میدونیم، ولی خب یه مرور کوچیکی بکنیم چون ما پیش فرض راجع به این ویدیو نمیخوام داشته باشیم. ببینید، همگی میدونیم که کامپیوتر یه چیزی داره به نام CPU، به نام Central Processing Unit. مغز اصلی کامپیوتر این CPU است. این CPU به یک حافظه ای وصله، اینجوری مثلا اینجوری من بکشمش، اسم اینم میذاریم مموری. به این وصله، از این میتونه یه چیزایی رو بخونه، یه داده هایی رو از روی اینجا بخونه بنویسه، و اینجا توی خودش اگه نمیدونم حضور ذهن داشته باشه، چیز داره به نام ALU، Arithmetic and Logical Unit، یعنی یک واحد منطق و ریاضی داره. مثلا دو تا عدد میتونه با هم بگیره جمع کنه، مقایسه کنه، اینه کوچکتره بزرگتره و این حرفا، کارهای منطقی رو انجام بده، عبارتهای منطقی رو بیاد برای شما ایوالویت کنه. مثلا بگه true and true میشه true، true and false میشه false. حالا این مموری چیه؟ ما دیتا استراکچری که داریم اینجا این بالا گفتیم تو این مموری ذخیره میشه دیگه، درسته؟ خب این بیاید با هم ببینیم این مموری چیه. ببین طبق اصلی که همه ما میدونیم کامپیوترها دودویی هستن، اصطلاحا بهشون میگن باینری. یعنی اینجا یه عالمه 0 1 0 1 0 0، حالا یه سری 0 و 1 پشت سر همه توی این حافظه، توی این قسمت. خب اگه بخواد تک به هر کدوم از اینها ما میگیم بیت، درسته؟ اگر 8 تا از اینا کنار هم قرار بگیره به صورت کلاسیک، 1 2 3 4 5 6 7 8، به صورت کلاسیک به 8 تا از اینا میگن بایت، که معمولا واحد شمارش در واقع حافظه بایت هستش دیگه، اگه همگی حضور ذهن داشته باشیم. پس حافظه کامپیوتر از این سری 0 و 1 تشکیل شده، هر 8 تاش رو اسمش رو گذاشتیم بایت. مثلا میگم فلان کامپیوتر مثلا 16 گیگابایت مثلا حافظه داره، که حالا گیگ حالا واحد در واقع 1 میلیون تقریبا میشه، یعنی شما میدید باشه 1 میلیارد تا 10^9 میشه، شما تقریبا میدید مثلا این 16 میلیارد مثلا بایت حالا حافظش ظرفیتش. حالا نکته‌ای که وجود داره، ببینید کامپیوتر ذاتاً فقط عدد میفهمه، تنها چیزی که یک CPU میفهمه اعداده. اگر شما با هر زبان برنامه نویسی کار کرده باشید، یک چیزی وجود داره به نام انواع داده، که انگلیسی بهش ما میگیم data types. یعنی شما معمولا هر زبان مدرسی یک سری انواع داده خیلی پریمیتیو بهتون میده، اصلی میده. یکی از این اولین نوع داده‌ای که معمولا وجود داره بولیانه، که یک عبارت منطقی هستش که میتونه یا true باشه
یا فالس باشه، که کامپیوتر اینو خیلی راحت، اگر فالس باشه میگه صفر اون عدده، هر چیزی غیر صفر باشه میگه ترو معمولا. حالا مثلا میتونه یک باشه این. خب بولیان اینجوری، این یه نوع داده، بیسیک ترین نوع داده بولیانه که ترو فالس میتونه باشه، که با یه بیت هم میشه نمایش داد، ولی معمولا یه بایت کامپیوتر نمیتونه، اگه صفر باشه اون بایت میگه فالس، غیر اون باشه میگه ترو. بعد داده های نوع اعداد، ای بابا این رفت، من برگردم روش، انواع در واقع چیز رو داریم، نیومریکال رو داریم، حالا مثلا مثل نگم نیوم، مثلا مثل عدد صحیح رو داریم، مثلا مثل اینت، شورت و مثلا لانگ، که حالا خودتون میدید مثلا این 32 بیته، این 16 بیته، این 64 بیته. خب مشخصا اگر دو تا بایت رو به هم کامپیوتر بچسبونه، یعنی 8 تا این و 8 تا این ور میشه یه شور، 4 تا رو بچسبونه میشه یه دونه اینتیجر، و 8 تا رو بچسبونه میشه یه لانگ. اینا هم بازم عدده، یعنی همه چیز تا حالا عدد بود. یه سری عدد در واقع چیز داریم، اعداد اعشاری داریم، مثل فلوت و دابل، که اینها هم باز همین هم عدده، ولی یه چیز دیگه سی پی یو نمیفهمه. کل چیزی که سی پی یو میفهمه در واقع این اعداد هست. حالا اگه هر کدومتون توی یک زبان برنامه‌نویسی یه ذره کد زده باشه، میدونید که خب ما فقط که با عدد نمیتونیم کار کنیم. تمام زبان‌های برنامه‌نویسی چیزی دارن به نام رشته که بهش میگیم استرینگ، که معمولا جزء پریمیتیو تایپ ها مثلا اغلب زبان ها این رو حساب میکنن، ولی مثلا سی و سی پلاس پلاس هم یه چیزی به نام استرینگ داره، ولی سی که اصلا استرینگ نداره، یه کرستار داره که یه پوینتر. ولی خب استرینگ چجوری ساخته میشه اگر ما همه چیز عددیم؟ خب استرینگ هم اینجوریه که مثلا من میام به ازای تک تک که مثلا میخوام بنویسم علی، میام هر کدوم از اینا رو با یه عددی متعارف میکنم. اگه یادتون باشه ما چیزی به نام جدول اسکی داریم، اسکی کودز همچین چیزی داریم. شما میتونید از که تیبل رو باز کنید که ببینید هر کاراکتر با چه عددی نمایش داده میشه. مثلا کاراکتر A بزرگ که ما جلوش 65، یه توی یه بایت می نویسه 65، مثلا L رو می نویسه مثلا 76، نمیدونم مثلا I رو هم می نویسه طبق این جدولی که ما داریم می نویسه 73. یعنی همچین چیزی رو حافظه در واقع ما نوشتیم. ببینید این بایت اول، بایت دوم، بایت سوم. درست. پس همه چیز شد عدد تو کامپیوتر. حالا اگه همه چی عدده، خب من چه جوری بیام انواع پیچیده‌تر رو نمایش بدم؟ مثلا یه دانش آموز چه جوری من با عدد نمایش بدم؟ اینجا یک چیزی مطرح میشه به نام، حالا که توی معمولا object orientation اینو هست، یک تکنیکی مطرح میشه به نام composition. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه یک نوع داده پیچیده تر بسازید، مثلا بگید استیودنت داری، میاد چند تا از این انواع دادهی که اینجا با هم مرور کردیم رو با هم میچسبونید، ترکیب میکنید، نوع رو میسازید. مثلا میتونید شما بگید آقا استیودنت یک نوع است که یه دونه نیم داره که استرینگ، مثلا حالا این بذاره دور شد، این بری هم نمیتونیم بریم، بذارید بیارم این پایین تر بنویسم که بتونیم با هم ببینیم. مثلا میگید استیودنت یه دونه، ببخشید من بیام اینجا، یه دونه نیم داره که استرینگ، مثلا یه دونه مثلا فامیلی داره که اون هم استرینگ، و یه دونه چه میدونم مثلا ایج داره که ایجش میتونه یک عدد باشه. ببینید به این میگن کامپوزیت کردن. همین رو گفتم تا برسیم به کامپوزیشن. یعنی ببینید هر نوعی رو من از نوع انواع پریمیتیو که عدد بودن تونستم، حالا مثلا رسیدم به یک رشته، رشته گفتیم دنباله ای از عدد هاست، حالا رسیدیم به یک نوع پیچیده تر به نام استیودنت که به اینها اصطلاحا میگن استراکچر. این خودش استراکچره، اصلا توی سی به این میگن، اگر یادتون باشه توی زبان سی به این میگن استراکت. استراکت ببخشید اشتباه کردم اینجا، به این میگن یک استراکت. خب به این آقای این شد کامپوزیشن. کامپوزیشن یعنی من یک سری داده، یک سری از انواعی که قبلا میشناختم با هم ترکیب کنم، یه نوع جدید بسازم. یه راه دیگه هم هست برای اینکه ما انواع جدید رو حالا
بگیم مدیریت کنیم یا خلق کنیم، بهش میگیم اگریگیشن، تجمیع. اگریگیشن حالا چیزای دیگه هم هست، اینهریتنس و اینا هم هست، اسوسییشن، من دیگه اونا کار ندارم. اگریگیشن یعنی چی؟ اگریگیشن یعنی من یک سری از آبجکت ها، یک سری از اشیاء رو کنار هم قرار بدم تا یه چیز بزرگتری رو بسازم. مثلا من میگم یک تعدادی دانش آموز و دانشجو رو کنار هم قرار میدم و یک کلاس میسازم. این اشیاء به صورت مستقل خودشون یک شیء هن. یعنی به صورت مستقل هویت داره. دانش آموز مثلا میتونه توی چند تا کلاس دیگه هم دانشجو، مثلا یه دانشجو بگیم، میتونه چند تا درس دیگه هم بخش کنه، چند تا کلاس دیگه هم عضو باشه دیگه، درسته؟ پس یه شخصیت مستقله. ولی اینا رو که من کنار هم میکشم، کنار هم میذارم، یک مجموعه که ازشون درست میکنم بهشون میگم، بهش میگم اگریگیشن. یه چیز درست کنم به نام کلاس، که مثلا به عنوان مثلا میگیم گروه مهندسی کامپیوتر، مثلا توش 7 تا 10 تا 20 تا استاد، همه استاد شخصیت های حقیقی خودشونو دارن، ولی کنار هم که قرار میگیرن تشکیل گروه رو میدن. حالا جایی که ما این کنار هم قرار دادن آبجکت ها رو داریم، دقیقاً جایی که معمولا یه دیتا استراکچر میافتیم. یعنی همه اینا رو گفتم تا برسیم به اینجا که آقا اگر ما چند تا آبجکت رو بخوایم کنار هم قرار بدیم، باید از یک ساختار داده، از یک ساختمان داده استفاده کنیم تا این آبجکت ها، این داده ها رو کنار هم بچینیم. خب تا اینجا رسیدیم. اساسی ترین نوع داده‌ای که ما داریم یک نوعیه به نام در واقع آرایه. نمیدونم چقدر حالا با این نوع آشنا هستید. آرایه یک چیز بسیار، یک در واقع دیتا استراکچر بسیار بیسیکه. یعنی آرایه یک دیتا استراکچر کاملا بیسیکه که تو هر زبانی وجود داره. آرایه چیه؟ آرایه یک سیکونسه. حالا من اینم برم پایین تا اینجا اینا ننویسم. خب یه خط اینجا میکشم، اسمشو میذارم array. آرایه یک دنباله، یک لیستی از داده است. یعنی اینجوری شما میکشید، یه سری خونه دارید شما اینجا، مثلا شما میگید من یه آرایه ای از اعداد دارم، مثلا توش نوشتید 1, 7, 15, 5, 2، همینجوری رفتید. به این میگن یک آرایه، یا به عبارت یک لیستی از اعداد. آرایه یک لیسته. به این کنار هم چیدم یه دیتا، به این من میگم ساختار داده، به این میگم ساختمان داده، به این میگم دیتا استراکچر. آرایه دو تا در واقع متد بیشتر نداره. یکی این که شما بتونید در یک اندیسی یه چیزی رو ست کنید، یا از یک اندیسی یه چیزی رو بخونید و گت کنید، درسته؟ و معمولا از اونجایی که قبلا هم اغلبتون آشنایی داره، آرایه معمولا طولش ثابته، در واقع فیکست لنگثه. یعنی مثلا من یه آرایه میخوام درست کنم، به طول 10 درست میکنم، به طول 20 درستش میکنم. خب ببینم من چند دقیقه صحبت کردم، چون فکر کنم صحبتمون باید نسبتا طول کشیده باشه. من این خب یه ساره 13 دقیقه شد. خب به نظرم یه ذره دیگه باید جمعش کنیم. پس ما یه مروری کردیم بر داده، مثلا ببینیم داده ها چی هم فهمیدیم. کامپیوترها فقط عدد میفهمن، عدد رو کنار هم میشنیم، در واقع داده های متنوع تری، انواع مختلف رو ما میبینیم، خلق میکنیم، رشته خلق میکنیم باهاش. رشته رو که مثلا خلق کردیم، با چند تا چیز دیگه میتونیم کنار هم بچینیم، کامپوزیت کنیم و اصلا انواع بیشتر کل دنیا رو با این اعداد مدل سازی کنیم تقریبا. و بعد از این که ما چند تا نوع خلق کردیم، حالا به یه جایی میرسیم که بعضی جاها فقط کامپوزیت کردن به شما این اجازه رو نمیده که در واقع نوع جدید خلق کنید. بعضی از انواع از کنار هم چیدن یک سری انواع دیگه تشکیل میشن، مثل کلاس یک درس، مثل یک گروهان سرباز، مثل یک گروه هیئت علمی و قسط علاهازا، مثل جمعیت یک کشور. این به اینا میگیم اگریگیشن، به اینا میگیم اگریگیت کردن یک سری آبجکت کنار هم. وقتی یک سری آبجکت رو کنار هم اگریگیت کردیم، قطعا باید یک ساختار داده برای سازماندهیشون داشته باشیم. بیسیک ترین ساختمان داده ما آرایه هست، که یک تول داره، ما با یک تولی خلقش میکنیم. مثلا میگیم آرایه به طول 23، بعد شروع میکنیم توش آبجکت هامون رو درج کردن. میتونیم توش آبجکت درج کنیم، از یک اندیسی بخونیم یا بنویسیم. خب تا اینجا یک کار، ما الان بیسیک ترین چیزی رو که میدونیم، میدونیم که یک چیز داریم به نام آرایه.
اینجا دیگه ویدیو رو کات میکنیم و تا حالا تو ویدیوهای بعدی ببینیم در آینده چه چیزی خواهیم دید. فقط یه نکته بهتون بگم، اگر از کتاب‌ها یا مراجع اصلی دارید این ویدیو رو دنبال میکنید، احتمالاً توی مراجع اصلی اولین چیزی که شما میبینید کامپلکسیتیه، یک بحثی به نام تحلیل پیچیدگی زمانی و فضایی، حالا اسپیس الگوریتم هاست. من ترجیح میدم برای ورود بیشتر پرکتیکال اول ورود کنیم، بعد از اینکه یه ذره دستمون گرم شد و ساختمان داده ساده دیدیم، بعد بریم سراغ تحلیل های الگوریتمی و پیچیدگی های محاسباتی و این حرفا، در واقع تحلیل کامپلکسیتیش. برای همین فعلا راجع به کامپلکسیتی اوردر های الگوریتم ها خیلی صحبت نمیکنم، تا اینکه اصلا چند تا الگوریتم چند تا ساختمان داده ببینیم مثلا چیا داریم ما، تا به اون قسمت برسیم. خب زیاد صحبت کردیم، ویدیو رو کات میکنیم، فعلا خدا نگهدار.